خان رئیس جمهور برگزیده مقاومت به تحقیقات مستقل بین المللی، بازدید صلیب سرخ از زندانها، ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت و مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی با رژیم به توقف اعدام و شکنجه. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت، 4 اردیبهشت 1393. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به زندانیان سیاسی اعتصابی از جمله در اوین و گوهردشت و همچنین به خانواده های آنها و همه کسانی که با تظاهرات و تحصن و اعتصاب قضا رو در روی فاشیسم دینی حاکم بر ایران به دفاع از زندانیان سیاسی مقاوم برخواستند درود فرستاد و بار دیگر از عموم مردم ایران به ویژه از جوانان مبارز و مجاهد تهران خواست به جنبش اعتراضی و حق طلبانه در حمایت از زندانیان سیاسی مقاوم و خانواده های آنها بپیوندند. خانم رجوی دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو، شورای امنیت، دبیر کل، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد و گزارشگر ویژه در مورد ایران و عموم سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکومیت قاطع یورش وحشیانه پاسداران و مأموران اطلاعات به زندانیان سیاسی در اوین فراخواند و به طور مشخص خواستار تحقق موارد زیر شد. 1. تحقیقات مستقل بین المللی درباره یورش وحشیانه به زندان اوین در 28 فروردین 1393 توسط کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد و دکتر احمد شهید نماینده ویژه درباره ایران. 2. بازگرداندن همه زندانیان از سلولهای انفرادی و مداوای فوری آنها توسط پزشکان و در بیمارستانهای مورد قبول زندانیان و خانواده هایشان. 3. بازدید منظم و مستمر کمیته بین المللی صلیب سرخ از زندانهای ایران. همچنان که شاه نیز در دوران پایانی حکومتش در سال 1356 به آن تن داد. 4. ارجاع پرونده نقض وحشتناک حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد پس از 60 قطعنامه محکومیت در مجمع عمومی و دیگر ارگانهای ملل متحد. 5. مشروط کردن روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو با رژیم ایران به توقف اعدام و شکنجه و اجرای قطعنامه‌های ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران.